سلام عرض میکنم خدمت دوستان. یکی از آهنگایی که خیلی ایرونی ها دوست دارم بزنن و بخونن و در واقع 40 سالی از درست شده، آهنگ چشم من آقای داریوش هست و سعی میکنیم اینو به صورت ساده نشونتون بدم، لاقل ساده ترین نوعی که میشه اینو زد نشون بدیم و اونایی که دوست دارن یاد بگیرن شاید کمکی بهشون شده باشه. برای که ساده باشه اینو توی A minor میزنیم. آکوردهایی که لازم داریم A minor هست و D minor، G major، F major و E major. یه جایی هم تو مقدمش میکنم یه جایی C major لازمه تو مقدمش، نه قسمت خوندنش. قسمت مشکل این آهنگ و اینو اول بتونشو میدم، این قسمت دیگه هست که یه نوت به حساب یه دونه آکورد جی زده میشه و این از نوت جی اینطوری این رو سیم دوم داریم میزنیم و از پرده هشتم در حقیقت نوت جی جی ای جی ای جی ای بی ای جی اینطوری اول آکوردش رو میزنیم. آکوردم در حقیقت شما اگه اینجا دی آشنا هستین میدونین که اینو بیارین دی رو بره اینجا میشه ای، اینجا بیارین میشه اف، اینجا بیارین میشه جی. در نتیجه اینو میزنیم اینطوریه، تندش که میکنیم تندتر از این نمیشه که زده یواش اول جی اینو که زدیم بعد میریم یه آکورد ای ماینر اینجا میزنیم بعد ای بی ای بی ای بی سی بی ای پس اینطوری شد جی ای جی ای جی ای بی ای جی ای بی ای بی ای بی سی بی ای. اینو باید خیلی تمرین کنین تا یاد بگیرین، همینطوری تمرین کنین. دیگه اینو به قول آمریکایی‌ها مسترش بشین. بعد خدمت شما شما که آهنگ خود به حساب مقدمش هم می‌ذاریم، مقدمش هم اینطوری از ای شروع می‌کنیم، ای سیم چهارم از پایین پرده دوم اینو تلان سی رو زدم، دو سیم دوم پرده اول و تو این ای ماینر خطش میکنی، یعنی ای ماینر اینجا میزنین و بیان ای ماینر. بعد میریم قسمت که گفتم سخته و بعد زیاد تمرین کنیم اون قسمت میزنین که اینو یه آکورد جی میزنین اینطوری. حالا اون قسمت آوازش که شروع میشه پترنش اینطوریه A minor D minor G major بعد F بلا فاصله E پس A minor دوباره D minor G major F E این کمی خونیم که متوجه بشین. چشم من بیا منو یادی بکن، بونم خشکید شد کاری بکن، دیل گریه مگه کاری میشه کرد، کاری از ما نمیاد زاری بکن. اینجا دی ماینر اون که رفته و میاد اینجا جی اینجا اینجا که گفتم دیگه هیچ و ای ماینر نخ نمیاد دوباره
سختش میزنه. خلاصه میبینیم که این قسمتش سخت است و هنوزم که هنوزه من سعی کردم امروز دیگه راحت ترین جورشو که بیشه زد از نظر انگشتا راحت باشن اینا این هستش که اینجا بیم یه آکورد جی بزنیم و از مثلا پرده هشتم نوت جی جی ای جی ای جی ای بی جی ببخشید جی ای جی ای جی ای بی ای جی با آکورد ایمانی رو بزنید اینجا و ببینیم A B A B A B C B A. این اصل آهنگی نه، یعنی قسمت قشنگ آهنگ و قسمت مهم آهنگ بیشترش این است، این تیکش است که زیباش میکنه. البته نه همش هم زیباست، نمیخوام بگم بقیه‌اش زیبا نیست، ولی این تیکش برای اینکه پیکو بتونین تونتر بزنین سعی کنین از مچتون استفاده کنین اونطوری که تارزنا میزنن، یعنی به جای که ساعد رو زیاد این بر اونور ببرین از همین مچ استفاده کنین، مچتون رو ببرین بالا، مثلا فرض کنین قسمت مقدمه شو اینطوری میزنین. شاید اینو سعی کنید تمرین کنید و نمیخوام ویدیو زیاد طولانی بشه نتونه آپلودش کرد، یه خورده میخونیمش و نمیدونم تمامش بتونیم بکنیم، فکر کنم 15 دقیقه بیشتر نمیشه ویدیو زد، ولی اگه بخواید با من بزنید و بخونید و یادش بگیرید فکر کنم کامیدی بدی باشه. بزنیم. چشم من بیا منو Yeah.
باشم همین من میگم 6 8 به حساب آروم است بهش میگم بوم با 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 بوم بام یعنی اینطوری بزنیم اینطوری بوم با 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 بوم بام پیکم اینطوری میگیریم و بعد با مچ میزنیم اینطوری و انگوش کوچیکه امروز استفاده نکردیم اصلا و میشه شو سعی کنید این تیکه رو تمرین کنید این تیکه من خودم هر روز هم تمرین میکنم یعنی یه چیزیه که خودم اگه آهنگ هر روز نزنم دیگه نمیکنم یادش بمونه درست بزنه ولی بعد این آکورد جی رو گرفتیم اینجا به پرده هفتم جی بعد زدیم اینجا از نوت جی جی ای جی ای جی بعد آکورد ای مانر میزنیم اینجا پرده پنجم بعد میزنیم ای بی ای بی ای بی سی بی ای این دیگه رو فقط یاد بگیرید تاکیدمون رو این هست و بیش از این سر شما در نمیاریم و انشالله که این آهنگ رو یاد میگیرید قربونتون برم مرسی گوش کردید.